بله، صدا یه مقدار اشکال داشت، صدای اشرفیان. البته جواب عامیانش اینه که آقا این صدا از آلمان میاد به سیدنی، ما از سیدنی میفرستیمش امریکا، از امریکا باز دوباره برمیگرده به سیدنی و بقیه نقاط جهان. اما این همونجوری که عرض کردم جواب عامیانه و سربالاش میکروفونی که روی سکایپ گرفته بودیم و اشرفیان میفرستاد احتمالاً اشکال داشت که بچه ها سعی کردن در طول مصاحبه این رو اصلاح کنن، تا حدودی هم ظاهرا موفق بودن. به هر حال امیدوارم که مفهوم بوده باشه و مسائل مورد بحث رو شما هم اونطور که باید و شاید و منظور از بحث بود رو توجه کرده باشید. اما تیکه مربوط به بانوان و حق مسلم اونها رو دیدیم، که میشه که بانوان ما به استادیوم ببرن؟ خدایا ببین آرزوهای ما چقدر کوچیکن، خواسته های ما چقدر کوچیکن. میگیم زنان ما رو، خواهران ما رو کمک کن که برن به استادیوم. امیدوارم که اون بشه. اما هفته گذشته جام باشگاه های آسیا که خیلی دوست دارن این دست در کاران AFC که این رو به شکل جام باشگاه اروپا برسوننش، خیلی هم دارن تلاش میکنن. قاره بزرگ و هنوز فوتبال آنچنان حرفه‌ای نیست، هنوز پول آنچنان در این فوتبال نیست، اما AFC خیلی داره تلاش میکنه که در واقع فوتبال قهرمانی باشگاه های آسیا رو شبیه کنه، برسونه حداقل به روزهای دور فوتبال جام باشگاه های اروپا. اما مال امروز که اصلا قابل مقایسه نیست. شما نگاه کنید یه تیم بایر مونیخ یا اینتر میلان که حالا به فینال جام باشگاه های اروپا رسیدن، از نظر هزینه و ثروت و اینا شاید با مجموع تیمای آسیا بتونن رقابت بکنن. اما باز همونی که ایجاد شده، همونی که کشورهای این قاره میتونن در قالب باشگاه‌های مختلف با هم ارتباط داشته باشن. میدونید که اومدن آسیا رو به دو قسمت غرب و شرق در این مسابقات تقسیم کردن به جهت بعد مسافت و تا قبل از مرحله یک چهارم که 8 تیم فقط باقی میمونه، یعنی مرحله‌ای که الان در واقع باید شروع بشه، تیم‌ها در این دو منطقه با هم بازی می‌کنن که از بین کل تیم‌های دو منطقه 8 تیم به این مرحله رسیده. شرق آسیا رو کره‌ای‌ها در بس در اختیار خودشون گرفتن، یعنی هر 4 تا تیم کره به مرحله 1/8 رسیدن. از غرب آسیا ما یک تیم داریم که ذوب‌آهنه، عربستان سعودی 2 تیم داره و قطر 1 تیم. اما دیگه مسابقات از این مرحله به بعد با قرعه کشی انجام میشه و به صورت رفت و برگشت. مهمترین بازی به نوعی هم به هر حال با یه رقیب دیرین بود، هم روی طرفداران بیشماری که تیم فوتبال استقلال داره، هم از نظر بازی مهمترین بازی این مرحله برای ما ایرانی ها بازی استقلال بود و از شباب عربستان. البته توی پرانتز بگم که فوتبال باشگاهی استرالیا بسیار سطحش پایینه، نه اینکه قابل نیستن در جام باشگاهی آسیا، اما در مجموع این ای لیگی که استرالیایی ها دارن اصلا 3 سال بیشتر از به وجود آمدنش نمیگذره و کمتر از 10 تیم در این مسابقات فقط به رقابت میپردازند. و جالبه بدونید که چیزی نمونده بود که تیم ادلید یونایتد که مال شهر ادلید استرالیا هست برسه به مرحله 1/8. تا وقت اضافی هم مساوی بود با تیم کره‌ای، منتها در وقت اضافی بازی رو 3-2 واگذار کرد و حذف شد. اما اینو عرض می‌کردم که بازی مهم برای ما بازی تیم‌های فوتبال خدمت شما عرض کنم استقلال و از شباب عربستان بود.
بازی دیگه‌ای که برای ما اهمیت داشت ذوب‌آهن و مس کرمان بود که به هم خورده بودند در این مرحله و ذوب‌آهن موفق شد که مس رو ببره. لاجرم باید یکشون برنده میشد که اون تیم ذوب‌آهن بود. اگر اجازه بفرمایید صحنه‌ای از دیدار تیم‌های استقلال و الشباب عربستان رو که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شده رو با هم میبینیم. تمنا میکنم که یک به کل گزارش دقت بفرمایید و به خصوص اظهار نظر کارشناسان برنامه رو حتما بشنوید که در خصوص اون بعد از پخش فیلم صحبتی طولانی خدمت شما دارم.